الرحمن الرحیم سلام علیکم شاگردای عزیز وقتتان بخیر خب قسمت که مشاهده میکنین در این ویدیو درباره نسبت بحث میکنیم نسبت یعنی چی نسبت یعنی مقایسه بین دو کمیت هم جنس به نام چی یاد میکنه نسبت یاد میکنه حالا نسبت اگر از لحاظ انواعش به این مورد مطالعه قرار بدیم نسبت به دو نوع تقسیم میشه یکی نسبت حسابی و دیگرش هم نسبت هندسی نسبت حسابی یعنی چی نسبت حسابی یعنی تفاضل دو کمیت همجنس تفاضل دو کمیت همجنس به نام نسبت حسابی یاد میکنه و نسبت هندسی هم اصل تفریقه اصل تقسیم دو کمیت همجنس به نام نسبت هندسی یاد میکنه خب اگر در مثال ها میبینیم تنها لفظ نسبت ذکر شده کلمه نسبت ذکر شده نه انواع نسبت هیچ کدامش ذکر نکردن نسبت حسابی نگفتن نسبت هندسی ذکر نشده پس زمانی که نسبت ذکر شد در مثال ها زمانی که نسبت ذکر شد منظورش از نسبت چی هست؟ منظورش از نسبت هندسی هست خب مثال اول اگر مورد مطالعه قرار بدیم مثال اول گفتن نسبت حسابی و هندسی میان 4 کیلوگرم و 6 کیلوگرم را دریافت کنید میبینیم هر دو کمیت از عین جنس است پس بخاطر دریافت نسبت حسابی تفاضل دو کمیت در نظر میگیریم یعنی قیمت مطلقه 4 کیلوگرم منفی 6 کیلوگرم مساوی میشه با قیمت مطلقه 4 کیلوگرم منفی 6 کیلوگرم میشه منفی 2 کیلوگرم حالا شاگردای عزیز درس‌های گذشته خوانده بودین که قیمت مطلقه یعنی زمانی که تحت قیمت مطلقه منفی شد یک منفی چی میکنیم ضرب میزنیم به خاطر که مثبت بسازیم عددی که از قیمت مطلقه خارج میشه پس میشه حاصلش بالاخره 2 کیلوگرم حالا اگر نسبت هندسی این دو عدد اگر دریافت کنیم کمیت اول یعنی 4 کیلوگرم تقسیم کمیت دوم 6 کیلوگرم خب کیلوگرم با کیلوگرم خلاص میشه دو چهار میشه پس دوی بر سه دو شش حالا اگر اینجا متوجه شده باشین دوست عزیز دو کمیت داده شده بود از عین جنس بود یعنی کیلوگرم بود و نسبت حسابیش هم دو کیلوگرم حاصل شد یعنی عین واحده و خود گرفت اما نسبت هندسی میبینیم که بدون چی هست واحد است پس یک نتیجه میگیریم نسبت حسابی واحد داره و نسبت هندسی بدون چی هست واحد است یعنی زمانی که 4 سانتی متر باشه این هم 6 سانتی متر باشه نسبت حسابیشون بالاخره 2 سانتی متر دریافت میشه یا میشه اگر سانتی متر به متر تبدیل کنیم بالاخره واحدش باز هم باید از متر یعنی از جنس متر دریافت میشه مثال دوم نسبت میان 11 گیگامتر و 10^9 متر را گفته دریافت کنیم از فیزیک شما میدونید که 1 گیگا متر مساوی میشه با 10^9 متر یک گیگا متر مساوی میشه با 10^9 متر حالا اگر ما ببینیم 10^9 متر مساوی به چی بوده؟ یک گیگا متر بوده پس هر دو کمیت از جنس چی هست؟ گیگا متر دریافت شد حالا نسبتشون رو دریافت میکنیم یعنی کمیت اول 11 گیگا متر تقسیم کمیت دوم 1 گیگا متر خب گیگامتر با گیگامتر خلاص میشه بالاخره 11 تقسیم 1 11 پس نسبت میان این دو عدد چند شد 11 شد حالا مثال سوم گفتن نسبت حسابی میان 5 متر و 50 سانتی متر رو دریافت کنید میبینیم که دو کمیت دادن اما هم جنس نیستن هم جنسش میسازیم باز هم از فیزیک میدونیم که 1 سانتی متر مساوی میشه با 10^9 منفی 2 متر خب اگر بخوایم 5 متر را به سانتی متر تبدیل کنیم یعنی 5 متر مساوی میشه با 5^10^2 سانتی متر پس بالاخره 500 سانتی متر دریافت میشه حال دو کمیت از عین جنس است سانتی متر پس نسبت حسابشون رو دریافت میکنیم چی میکنیم 500 سانتی متر منفی 50 سانتی متر منفی 50 سانتی متر که بالاخره حاصلشان دریافت میشه که
450 سانتی متر. خب نسبت میان جذر 3 منفی 1 و جذر 3 مثبت 1 را گفته دریافت کنید. باز کلمه نسبت ذکر شد، زمانی کلمه نسبت ذکر شود منظورش از نسبت هندسی هست. پس کمیت اول یعنی جذر 3 منفی 1 بر کمیت دوم جذر 3 مثبت 1. خب اگر دیگه هم ساده ترش بسازیم، یعنی مخرجش ناطق بسازیم، صورت مخرج ضرب چی میکنیم؟ جذر 3 منفی 1 ضرب مزدوج مخرج میسازیم، صورت مخرج ضرب مزدوج مخرج چی میکنیم؟ ضرب میزنیم. خب جذر 3 ضرب جذر 3 میشه 3، یعنی جذر 3 ضرب جذر 3 جذر 3 مربع، مربع با درجه جذر خلاص میشه. خب جذر 3 ضرب منفی 1 میشه منفی جذر 3، منفی 1 ضرب جذر 3 باز هم میشه منفی جذر 3، منفی جذر 3، منفی جذر 3 میشه منفی 2 دانه جذر 3، منفی 2 جذر 3. منفی 1 ضرب منفی 1 مثبت 1 بر خب جذر 3 ضرب جذر 3 میشه جذر 3 مربع که میشه 3، منفی ضرب مثبت منفی 1 ضرب 1 1. خب 3 مثبت 1 4 میشه 4، منفی 2 جذر 3 هم خودش بر 3 منفی 1 2. حال میتونیم صورت جدا جدا با مخرج بگیریم، یعنی 4 بر 2 میشه 2، منفی 2 جذر 3 بر 2 میشه هم جذر 3. خب مثال 5 گفتن نسبت میان 0.5 و 0.05 و 0.5 رو گفته دریافت کنید. باز هم کلمه نسبت ذکر شده، کلمه نسبت ذکر شده یعنی منظورش از نسبت هندسی هست. پس کمیت اول یعنی 0.5 0.05 کمیت اول 0.05 تقسیم 0.5. خب میبینیم در صورت 2 خانه اشاری هست، پس صورت مخرج ضرب چند کنیم؟ باید خانه اشاری از بین بره، ضرب 100 میکنیم. پس صورت میشه 5 بر مخرج هم میشه 50. اگر بخوایم اختصار کنیم 1 5 5، خب 10 5 50. نسبت ساوی بین 0.05 و 0.5 دریافت شد که 1 بر چند است؟ 1 بر 50. یا همه گیری در 4 جواب نبود میشه که 0.1 چی کنین؟ انتخاب کنین 4 جواب اگر ای بود در 4 جواب. خب اصلا جمع دو عدد 42 هست گفته و نسبت بینشان چند است؟ 4 بر 3 هست. شما چی را گفته دریافت کنید؟ اما اعداد را دریافت کنید. خب اصل جمع دو عدد، یعنی دو عدد اگر ما فرض کنیم A مثبت B مساوی به چند گفته است؟ 42. و نسبت بینشان یعنی A بر B دیگه، A بر B مساوی به 4 بر 3 هست. اعداد را دریافت کنید. خب میفهمیم که A مساوی به 4 نیست فعلا، بی مساوی به 3 نیست. چرا؟ چون زمانی که اگر A مساوی به 4 باشه و B هم مساوی به 3 باشه اصل جمع از دو تا 42 نمیشه. از اون خاطر پس A مساوی به 4x قرار میتیم، به خاطر دریافتش A مساوی به 4x و B هم مساوی به 3x قرار میتیم. حالا طرف و طرف جمع میکنیم، یعنی A مثبت B، A مثبت B مساوی میشه به 4x مثبت 6 که حاصلش میشه 7x. خب A مثبت B را قیمتش داریم و A مثبت B مساوی به 42 هست، پس به جایش 42 وزن میکنیم، 42 مساوی میشه به 7x. حالا اگر بخوایم مقدار x را دریافت کنیم، اطراف تقسیم 7 میسازیم، 7 با 7 خلاص و همچنان 1 7 7 6 7 42 میشه. پس مقدار x از اینجا دریافت شد که x مساوی به 6 است. خب ما x رو دریافت کردیم، اما از ما خواسته بود که مقدار امو اعداد دریافت کنیم، یعنی قیمت a و b رو دریافت کنیم. خب بختار دریافت کردنش به جای x قیمت چه وزن میکنیم؟ a مساوی میشه با 4 ضرب x 6 است، ضرب 6 4 6 24. پس قیمت a دریافت شد چند؟ 24. حالا اگر ما بخوایم دریافت کنیم قیمت b را، به جای x باز هم قیمت چه وزن میکنیم؟ b مساوی میشه به 3 ضرب x، x هم 6 است. خب 3 6 18، پس
قیمت A و B دریافت شد که 24 و 18 هست. خب تشکر از توجهتون شاگرد عزیز، موفق باشین.